آیت الله قزوینی و داستان پرمعنای چی و چی. خود این حضرات روایتی است، من این روایت رو میخوانم، قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز من میگذارم. شما ببینید روایتی رو آقای ابن حبان نقل میکنه، ابن حبان هم از استوانه های علمی اهل سنت با سندم نقل میکنه، احمد ابن حسن ابن شیخ کوفی یون چی و چیه. بعد ایشون میاد میگه برای شما عرض کنم، قال رسول الله اذا کان یوم القیامه نادا مناد من تحت العرش، منادی از زیر عرش ندا میکنه، الا هاتو اصحاب محمد، برید اصحاب پیغمبر رو بیارید، فیعطا به ابی بکر صدیق و عمر ابن خطاب و عثمان ابن عفان و علی ابن ابی طالب. قال فیقال لابی بکر قف علی باب الجنه، به ابو بکر میگم برو دم در بهشت وایستا، فادخل من شئت به رحمت الله ودرع من شئت به علم الله، هر کس رو دوست داری وارد بهشت کن، هر کس رو دوست نداری وارد آتش جهنم کن. خب وقتی این آقایان این مطالب رو، شما کتاب المجروحین ابن حبان رو ببینید جلد اول صفحه 145. ظاهراً آیت الله قزوینی معنای کلمه المجروحین را نمی داند، یا برای ترویج مذهب بیریشه و خرافی خود به هر وسیله ولو دروغ، تلبیس و مغلطه متوسل می شود. المجروحین کتابی است که امام ابن حبان در آن به بیان حال راویان ضعیف و دروغگو می پردازد و پس از ذکر نام هر راوی ضعیف نمونه ای از احادیثش را با سند ذکر می کند. مثلا در مورد آنچه آیت الله قزوینی بدان اشاره می کند آورده است، احمد ابن الحسن ابن القاسم شیخ کوفی کان بمصر یضع الحديث على ثقات لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه، روى عن وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد من تحت العرش ألا هاتوا أصحاب محمد فيؤتى بأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، قال فيقال لأبي بكر قف على باب الجنة فأدخل من شئت برحمة الله وادرع من شئت بعلم الله. آیت الله قزوینی میگوید امام ابن حبان در کتاب المجروحین این روایت را با سند آورده است از احمد ابن حسن ابن القاسم شیخ کوفی چی و چی. جناب آیت الله، ای کاش اندکی وجدان داشتید و این چی و چی را میگفتید و کتمان نمی کردید. اما داستان چی و چی چیست؟ احمد ابن حسن ابن شیخ کوفی یون چی و چیه؟ امام ابن حبان می فرماید احمد ابن الحسن ابن القاسم شیخ کوفی کان بمصر یضع الحديث على ثقات لا يحل ذكره في الكتب الا على سبيل القدح فيه. احمد ابن حسن ابن قاسم شیخی است کوفی که در مصر حدیث جعل می کرد، یعنی احادیث دروغین می ساخت و آن را به راویان معتبر نسبت می‌داد و ذکر نمودن نام وی در کتاب‌ها جایز نیست مگر برای اینکه ضعف او نشان داده شود. پس از آن نمونه ای از احادیث جعلی و دروغینی که او ساخته است را ذکر می‌کند که در واقع همان مستمسک جناب آیت الله محقق و باوجدان است. ببینید که چگونه آیت الله قزوینی نه تنها تحقیق و انصاف که همان اصول اخلاقی و وجدان انسانی را زیر پا گذاشته و سخن امام ابن حبان را قیچی می کند. احمد ابن حسن ابن شیخ کوفی یون چی و چیه؟ بابا تو راست میگی، بر پدر و جد اجداد دروغگو لعنت. آ
آقا تو راست میگی، لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا و ملائکه و جمیع جن انس که بخواد اینطور دروغ بگی و افترا ببنده. Ah,